سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. وردی ال پی هستم و این پارت نهم بازی استریمر دیلیه. بچه ها لطفا اگه جدید هستید تو کانال من و ویدیو رو دارید تماشا میکنید، حتما منو سابسکرایب کنید و اگه ویدیو خوشتون اومد لایکش کنید. نظراتتون هم راجع به ویدیو و گیم پلی و کل کارهایی که تو این کانال دارم انجام میدم برام توی کامنت ها بنویسید. تمام کامنت ها رو میخونم و همشون رو جواب میدم. پیج اینستاگرام منم دقیقاً به همین اسم، کانال وردی ال پی تو اینستاگرام هست، میتونید اونم فالو داشته باشید و مطلع بشید که چه کارهایی در آینده میخوام انجام بدم. یه کانال جدید تلگرام هم ساختم که لینکش توی دیسکریپشن براتون میذارم، حتما اگه دوست داشتید توی اونم جوین بشید. بریم ببینیم تو پارت نهم این بازی چه اتفاقی میفته. قبل از اینکه این ویدیو رو رکورد کنم دوباره تصمیمی گرفتم، میخوام که خونم رو عوض کنم، چون این خونه به نظرم لایق یه استریمر حرفه‌ای مثل من نیست. بریم یه خونه دیگه بگیریم که خیلی باحال‌تر بتونیم درستش کنیم. اینجا اصلا به نظرم جالب نیست. یه سر به پی سی بزنیم ببینیم چه خبره. خب باز هم مثل همیشه اول یه موزیک باحال میذارم، بعد میرم بقیه کارمو انجام میدم. خیلی به این اعتقاد دارم که موزیک تو این گیم خیلی میتونه کمکم کنه، نمیدونم چرا. ولی وارد SD بروزر میشیم و به وسترن استیت سر میزنیم. الکی 5000 دلار پول دادیم، سگرونی رو گرفتیم. چقدر اصلا پول دارم؟ 20000 تا. اینجا یه آپارتمان معمولیه، این یه آپارتمان راحت به نظر میاد، ولی خب اونجایی که پولی دیگه فعلا زیاد لازم ندارم میتونم 15000 تا یارم بگیرم، اما هنوز تصمیم قطعیمو نگرفتم دیگه. این 8000 تا نمیشه توشو دید؟ توشم بدی نیست، ترتمیزه، خیلی کوچیکه. فقط این چی؟ خب این خیلی بزرگتر و بهتره، من همینو میگیرم. 5000 تا هم برام میمونه، فکر کنم میتونم برسم به در و دیوارش و اینا هم یه ذره. اینجا الان مثل این که نمیشه کف خونه و این داستانشو عوض کرد. یه بار دیگه من یه سر برم بیرون ببینم اگه همین خونه رو بخوام چیزایی که توش هست و تغییر بدم چه اتفاقی میفته. آقا برگرد اینجا، بیا بیرون، کنسل. همین خونه که توشم مثلا دیوارشو همون حالت آکوستیکه بکنم، کفشم اینو بذارم، درشم اون در فلزیه. بایند موف هاوس رو الان بزنم دوباره نره از اول بیاد تو همین خونه با این کثافتکاری ها. خیلی ناراحت میشم، ولی خب ریسکشو فکر کنم باید بکنم. نمیدونم دقیقا چه اتفاقی قراره بیفته، ولی اونجایی که تو خونه رو نخریده بودی نمیشد این چیزاشو تغییر بدی. فکر میکنم که باید همین خونه رو اون شکلی کرد بزن بیاد. نمیشه. آه یه استرس گرفتم، چه اتفاقی افتاد؟ نشد که هیچ تغییر نکرد که بابا اسکلمون کردی. بچه ها هیچ کدوم شما هنوز نمیدونه این get one mode from abilities چیه؟ هر کدومتون میدونه حتما توی کامنت ها برای من بنویسه که این داستانش چیه، چون من هر جا رو نگاه کردم واقعا این یه دونه رو نفهمیدم قضیهش چیه. خب این خونه رو که نتونستیم تغییر بدیم چیزی رو توش، نمیدونم خونه رو عوض کنم یا به همین جای ذره سعی کنم بیشتر برسم. چه کاری انجام بدم؟ آها شاید روی این بزنم بخره. الان فکر کنم فهمیدم. آره درست شد، گرفتم چی کار باید بکنید. بالاخره خدا رو شکر. خب کف خونم اون باحاله، چند تاش باحاله. یه ذره اینو دقیق تر تصمیم بگیریم راجعش، بکنم بهترش. اینم بد نیست، این جالب نیست، اینم بد نیست، ولی این باحال تره. اینم میخریم، همینجوری داره پولمون هم از دست میره. خدا رو شکر یه ذره پول جمع کرده بودم از قبل، داشتم که بخرم اینم. اینم از در خونه، ببینیم چطوری شد. امیدوارم که دیگه تغییر کرده باشه. آها حالا این شد یه چیزی. بابا اون چی بود آخه؟ مزخرف کثافت کاری. به به چه در خوشگلی. در شکل کف خونه است، ولی اونجا که میخواستی بخریم مدلش فرق میکرد، خیلی همین شکلی شد که. ولی خب حالا این خیلی باز بهتره از اون. خب یه ذره بریم با پی سی مون ور بریم ببینیم میتونیم یه حرکت جالب توش بزنیم این دفعه هم یا نه. یه میل جدید واسه اومده. About your game console my dad. خب بابای میگه که یکی از دوستای من اومده اینجا و کنسولتو دیده و ازش خوشت اومده و این داستانا، 2000 دلار هم میخواد بخره. اگه میخوای کنسولتو بهت پس بدم بعد 1000 دلار بهم بدی، من اونو میدمش به داداشت. بابای داره مفری میکنه سنگینه. عجب بابایی داری تو پسر. اب نداره، اینم بده به داداش، مهم نیست. سگ خور. یه موزیک دیگه بذارم دوباره اعصابم زره آروم شه. یه سر به OBS مون بزنیم ببینیم چه خبره. به به چه کیفیت وبکمی واقعا، عالی عالی، تجهیزات عالی. من گفتم به جای برسم به بابا و داداش و همه حال میدم، اصلا این مشکل ها نداریم ما. خب چت بات میتونیم بخریم، میتونیم این کارو انجام بدیم. Ask for boost چی؟ این کارو هنوز نمیتونم انجام بدم.
بیفور استریم که همینه اکستنشن، میتونم اینا رو آپگرید کنم به ماکسیمم، خدا کنه پول کم نیارم تا آخرش، نه خدا رو شکر. و استریم ستینگ، یه استارت استریم بزنیم ببینیم چه خبره. با 60 ویور استریم رو شروع کردیم و 2 تا فالوور. یه ذره دوباره اول با ویورها ویدیو تماشا میکنیم، تأثیری نداره زیاد. یکم راجع به اخبار روز صحبت میکنیم، بازم تأثیری نداره. دیگه چی کار کنم؟ چت میکنیم یه ذره باشون. اینجا چه اتفاقی میفته؟ الان من اینو میزنم، چیزی تغییر نمیکنه، دونیت هم نمیشم. کیفیت به این خوبی، آدم به این باحالی چرا نمیان تو استریم من اینو؟ واقعا میک سابسکرایبر دی هم رام میندازن اینجا، باز هم هیچ اتفاقی نمیفته. با مودریتور صحبت میکنم، هیچی، چرا هیچ تغییری نمیکنه. الان من گیم هم نمیتونم بذارم، بند شدم، یعنی به خاطر این نه خدا رو شکر من نشده بودم. ولی نمیدونم چرا هیچی عوض نمیشه. الان یه ذره راجع به قوانینم صحبت میکنیم. چرا این میاد بیرون؟ چیکار کردم من که بند شدم دوباره؟ ای بابا اینم لج کرده با من سنگینه، یعنی فقط میخواد نذاره من بازی کنم. موزیکمون دوباره پاز شده، یه موزیک ترسناک این دفعه میذارم. بریم یکی از گیمایی که خریدیم رو بازی کنیم توی گازلاین. اینجا آندر واچو داریم، نصبش بکنم ببینم چجوریه گیمشه. There's not enough memory. چجوری میشه بازی رو پاک کنی حالا؟ اصلا الان توی کامپیوتر برم میتونم گیم پاک کنم از توش یا نه؟ فکر کنم باید آنیستال کنم اون بازیایی که نصب دارم. مثلا تو FPS چی دارم؟ هیچی ندارم. اینجا هم هیچی ندارم. اینو مثلا اینو آنیستالش میکنم. خیلی بازی بیمزده چرتی بود. آنیستالش هم میکنی انگار پاک میشه اصلا. خب بذار اونجایی که یکی از دوستا تو کامنت ها خیلی میگفت یه بازی بریم بخریم از اینجا، بریم اونو بازی کنیم ببینیم چیه. کار ریس مثلا چیا داره؟ نید فور گیر رو خریدم قبلا، بذار همینو نصبش بکنم. بریم یه نید فور گیر بزنیم ببینیم چه جوریه. این الان استریم نیستش آخه. اوه سلطان بازی‌های این مدلی، سرعتی و عکس العمل سریع. این خوراکم، این گیم خوراک خودمه. واقعا توش فوق‌العاده حرفه‌ای هم میدونم. تونتر نمیده ذره؟ باز این گیمش یه ذره انصافا باحال‌تره و بازیاش خیلی بیمزه بود. این یه ذره باز میتونه سر آدمو گرم کنه. یه دونه دیگه هم داشت، یه بازی چه تصادف بدی کردم. یه بازی دیگه هم داشتش که 3 تا در بود، پشت 2 تاش روح بود. اونم باحال بود. اینا بود که درو میچرخید و باید انتخاب میکردیم مثلا کدوم در خالیه، پشت کدوم روحه و اینا حد بزنی. اون گیمش هم باحال. ولی هر چی دیگه بازی کردم فوق العاده بیمزه بود بازی. بعد تموم هم میشه این؟ یا همینجوری باید بازی کنی تا آخرش؟ واقعا خوش استریم بود. خب این الان تا آخر من بخوام اینو بازی کنم که هیچی دیگه، ولش کن، گیم هم نمیشه عوض کنی. میخوام یه ذره دیگه به عشق خودتون اسکینر بزنم، یه ذره پول در بیاریم. قبلش دوباره من یه موزیک هیجانی بذارم، اکسپنسیو کیکم میذارم که میخوایم بریم دنبال پول و هزینه و این داستانا. اصلا بریم یه ذره ریسک سنگین بکنیم، یکم پول بزنیم به جیب، دوباره پولم کم شد. استارت بازیو میخوام با یه دونه آبی بزنم، همونو در جا بلندشم برم بیرون. خب اولیش افتاد توی مشکی و به هیچ دردی نخورد. یه دونه آبی بده من سری برم بیرون اینجا. اینو واسه اون رفیق میزنم که توی کامنت هایی به من میگفتش که باعث شدی همه پولا هم من ببازم و به خاک زیان چستم این داستان. میخوام بهت نشون بدم که 11,000 دلار رو چقدر از اینجا میرم بیرون رفیق. وای برو لعنتی. اینجا نگاه این زرد. وایسا لعنتی، وایسا دیگه. حالا شکار کردی به ما دیگه، نمیتونم زرد آبی بزنم. خیلی فکر کنم ناراحتت کرده بودم اون موقع. 4 دفعه تا حالا تا دم زرد اومدم هیچ اتفاقی نیفتاده. بابا برو تو زرد یا آبی دیگه. ای بابا فکر کنم کنسل دیگه بچه ها، این روش رو دیگه اصلا امتحان نکنید، اصلا به درد نمیخوره. خب متاسفانه مثل این که تو این ویدیو دور من نیست و من اگه بخوام خیلی بازی کنم و اون پولو در بیارم خیلی تایم ویدیو طولانی میشه. اینو میذاریم فعلا واسه بعدا. داداش چی کار کردی با من؟ من واقعا ازت عذرخواهی میکنم که این روش رو بهت معرفی کرده بودم. ولی میشه، ببین پول من 12,000 دلار بود،
الان شد 3000 دلار، ولی تو پارت بعدی این بازی بهت نشون میدم که چقدر پول دارم. یعنی با همین 3000 دلار میتونم بکنم 30000 دلار، ولی تایم ویدیو طولانی میشه و دیگه این کارو فعلا نمیکنم. بچه‌ها مرسی که ویدیو منو تماشا کردید. لطفاً اگه جدید بودید و ویدیو رو داشتید تماشا میکردید، حتما منو سابسکرایب کنید، و اگه ویدیو خوشتون اومد لایکش بکنید لطفاً. اگه هم خوشتون نیومد دیسلایک کنید، اشکالی نداره. نظراتتون هم راجع به ویدیو و گیم پلی و کل کارهایی که تو این کانال دارم انجام میدم برام تو کامنت بنویسید. تمام کامنت ها رو میخونم و همشون رو جواب میدم. پیج اینستاگرام هم که اول ویدیو گفتم بهتون، یه کانال تلگرام هم جدیداً درست کردم، میتونید تو اونم جوین بشید و ویدیوها رو از اونجا هم تماشا بکنید. خیلی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.